رفقا بازی براتون آوردم، تک بازی فینال. مربوط به چه مسابقه میشه؟ از رو براتون میخونم. مسابقه CBSA China Professional Snooker Tour 2023. خوشتون اومد تایشو فارسی گفتم. عرضم حضورتون که بازی هیگینز و ترامپه. بریم بی‌معطلی این بازی رو نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من تا حالا این مسابقه به گوشم نخورده بود که کدوم مسابقه است، ولی چیزی که مشخصه تو تور حرفه‌ای داره برگزار میشه، یعنی دوستان و این داستانا نیست. بریم با هم دیگه ببینیم که توی این فینال چی گذشته. با من همراه باشید. بله، چهره ترامپ و هیگینز رو میبینیم و این جام خوشگل که براتون خوندم مربوط به چه مسابقه ای میشه. به نظر که فینال میاد، ولی چه فینالیه که نو فریمیه. این دیگه چه سمیه ما داریم نگاه میکنیم. اما رفقا با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید از برنامه اسنوکر شو، برنامه خودتون، و ببینیم که بین این دوتا بازیکن تو سال 2023 توی این مسابقه چه اتفاقی میافته. دشت اول با ترامپه و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. اینقدر ویدیو عقب افتاده داریم، یعنی نگم براتون، اینطوری روشنتون بکنم، خیالتون راحت. انشالله حمایتم بکنید، انرژی بهم بدین، عشق بهم بدین که تمام این ویدیوها رو بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم، ریاکت بریم و خوش بگذرونیم دیگه. خیلی ممنونم که راستی شباتونم وقت میذارید و گرونترین چیزی که تو زندگیتون دارین اونم وقت رو با اسنوکر شو میگذرونید. خیلی چاکرین. بریم تو دل بازی. همینطوری که من داشتم دلبری میکردم از شما، 40 خورده ای 53 تا ترامپ زدش به هیگینز. بازی هم قدیمی نیست، برای سال 2023 و فعلا داره میزنه. نور افتاده روی چوب ترامپ، آدم فکر میکنه که چوبش رگه نداره یا به اصطلاح بعضی از دوستان پیکان نداره، ولی فکر نمیکنم اینطوری باشه. چوبه اکثر بازیکن‌ها به غیر از هنری من تا حالا ندیدم. اگر که شما کس دیگه یا غیر از هنری سراغ دارین که چوبش رگه نداشته باشه و توی تو تور حرفه یا هست، حتما برام اسمشو بنویسید. الان قطعا براتون سوال پیش میاد که خوبه بده چوب رگه داشته باشه نداشته باشه. کاملا سلیقه‌ای. یه بار دیگه تکرار میکنم، کاملا سلیقه‌ای. اصلا هیچ فاکتوری وجود نداره چوب رگه دار بهتر یا چوب چیش میگن بدون رگه، کاملا سلیقه‌ای هستش. نه، همیشه یادتون باشه تو دل این ضرباتی که اینطوری میخوایم بینید تو دل پک، صرفا خوردن به پک ملاک نیست، اینکه شما به کجای پک ضربه بزنید، چقدر نیاز داری بازش بکنی. و این یادت باشه بالای 80-90 درصد بازیکنهای جهانی با تجربهشون میرن تو دل پک، هزاران هزار بار ضربه زدن به پک، تجربهشون مثلا میگه این توپ رو الان انتخاب بکنی جواب بهتری میگیری. حالا به موقعی هم بچانسی میارم مثل اینجا، میزنم به پک و توپ قرمز میفته و خطا میشه. فریم اول خیلی زود به نفع ترامپ به پایان رسید و میریم سراغ فریم دوم. 27 تا ترامپ و هیگینز هیچی، هنوز فرصت نشده که هیگینز هنرنمایی بکنه. البته اینم به شما بگم اصلا جای چیز نیست، بازی های 5 از 9 که الان دارن با اینا دو نفر دارن انجام میدن خیلی وقت کمه برای اینکه تو موتورت روشن بشه، تو دل بازی بیفتی، سریع باید موتورت روشن بشه.
اینجا 51 ترامپ که امتیاز کسب کرده، توپ میفته دست هیگینز. ببینیم هیگینز میتونه کامبک بزنه به ترامپ یا که نه. یه بچه کامبک به حساب میاد. حالا بعد منتظر باشیم. اینجاش خوب عمل کرده. 26 تا ترامپه. یعنی لب مرزه. کوله باری از تجربه است هیگینز. هیچ وقت من بازی هیگینز رو دوست نداشتم. نمیدونم چرا. خیلی بازی صفر و یکیه. خیلی بازیش بیش از اندازه کلاسیکه. بسه این چیکار میکنه؟ چه صورتی افتاد؟ چه فکر کنم حتی اسنوکر هم بود اون وسط. حالا الان شاید قطعا هیگینز این برنامه رو ببینه میگه ما رو دور ننداز. ولی این هم یه چیز به شما بگم، به نظرهای آدم ها احترام بذارید، به سلیقه شون. من بازی کلاسیک دوست ندارم. حالا شما هم خیلی آدم شبیه منید. بازی باید هیجان داشته باشه، بازیکن باید نترس باشه، بازیکن باید بازیش تماشاچی پسندم باشه، علاوه بر اینکه حواسش هست که داره خوشگل بازی میکنه و درست بازی میکنه و حرفه‌ای بازی میکنه. ببین هیگینز بازیکن کلاسیکه. اصلا بازیش هم به جرات من همیشه هم گفتم اگر که من به ترتیب بخوام بگم که بازی کیو ببینید، بازی یاد بگیرید، همچنان هنری بیبو رو برگرد، اصلا نداریم رو دستش. دومیش همیشه گفتم هیگینز. گفتم آقا اگه میخوای بازی یاد بگیری برو بازی های این رو نگاه بکن. چرا؟ کلاسیکن. چرا بازی هاشون چطور یاد بگم، چیز منحصر به فرد به خودشون نداره که نتونی اجرا بکنی. ببین مثلا سالیوان منحصر به فرد بازیش و برام هم عجیبه بعضیاتون هنری رو هنوز نگرفت. اونا که حالا تازه با این ورزش آشنا شدن نمیخوان برن دنبال داستان، هنری رو دریابید. هنری رو برید بزنید تو یوتیوب، باشین هنری نگاه کنید. واو واو، اسید اسید اسید. 34 امتیاز تو فریم 3 ترامپ تونسته امتیاز کسب کنه. مثلا ترامپ و شما چی رو میخوای مثلا بری ازش یاد بگیری؟ بازیکن منحصر، این استایل ضربه زدنش، اینقدر محکم زدن دست، اینقدر صاف، انحصاری برای خودشه. میگیری چی بهت میگم؟ خب فریم سوم رو هم ترامپ تونست از هیگینز بگیره و نتیجه بازی بشه 2-1. یه چیزی بگم برگاتون بریزه، اونایی که قدیمیان اینو میدونن، هیگینز میگم هنری تنها بازیکنیه که هدفگیرش، اگر چیز رو دیده باشید پادکست هم با کی بود؟ با امیر سرخوش بود؟ با کی بود داشتیم درباره این صحبت میکنم؟ یا سیاوش بود داشتم درباره این موضوع با هم دیگه گپ میزدیم که خیلی برای جفتمون هم عجیب و جالب بود. هدفگیری هنری بود که داستانش چیه؟ یه بار از توپ سفید میره روی هدف، از رو هدف میره روی پاکت. تا اینجاش خیلی از بازیکن‌ها انجام میدن، تقریبا شاید 80-90% انجام میدن. خب
لعنتی از تو پاکت برمیگره رو آبجکت بال، از آبجکت بال برمیگره رو کیو بال، روی دلیوریش. به خاطر اینه که هنری معمولا 8 بار دلیوری انجام میداد. نداریم، یه بار این کارو بکن دیوونه میشی، سردرد میگیری. علکی که طرف 7 بار قهرمان جهان نمیشه که، حتما یه قصه ای پشتش هست. تو پفتای دست هیگینز. این نکته هم بگم، اینم تو بازیکن جهانی هم هست و میدونستین که همهشون بلا استثنا علاوه بر اینکه عاشق سالیوانن، همهشون ته دلشون یه حسادتی هم نسبت به سالیوان دارن. بذار مثال برات بزنم. ببین مثلا خود همین هیگینز، اوکی واقعا بازیکن خفن، بزرگ، اسطوره، تکرار نشدنی تو دنیا اسنوکر، ولی اون کارهایی که چین و عربستان الان دارن برای سالیوان میکنن و برای هیگینز نمیکنن، برای ویلیامز نمیکنن. ببین بخوای نخوای حسادت شکل میگیره. میگیری چی بهت میگم؟ باهوشی، میگیری رو هوا، میگیری من چی بهت میگم. ۲۶ تا ترامپ تا اینجا گرفته، 34 تا هم هیگینز قبلش گرفته و فریم 4 رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. و رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. این که بینید تکرار میکنم برای کسی که اهل این قصه هستن منظورم و یاداوری میکنم، و شما اگر که سفتی خودتو جلو خودتو نگردشتی شما راحت باشی، شما هم شاری. بریم بریم ببینیم که چی شد. 34-45-6-5-11 تا شد ترامپ و اسنوکر میکنه. نه، هم پاورش غلط بود، هم زاویه که میخواست وارد بشه، و اینجا ترامپ از موقعیت استفاده میکنه و میزنه. ببین چه کنونی میکنه، چه توپی میگیره. بابا باریکلا باریکلا. ببین من یه چیزی فهمیدم، CBSA، ببین اسنوکر آسیاشو که متوجه شدم، بیش هم که میشه بیلیارد، سی میشه چی؟ احتمال خیلی زیاد 99% این مسابقه داره برگزار میشه زیر نظر CBSA، یعنی چطور بگم، کمپانی بهت بگم، فدراسیون بهت بگم، فدراسیون جا قاعدتا زیر نظر اونا داره برگزار میشه و همین. ولی اینکه به تور اسنوکر چه ربطی داره شو من نگرفتم. اگه میدونی برام بنویس حتما، چرا که نه. با کلمه تو نمیدونی و شروع نکن چون نمیخونم. یعنی تو نمیدونی؟ عاشقتونم یه چیزی رو بیشتر میدونید. یعنی تو آی بی نظیر این وضعیات. یعنی فقط منتظری من بگم آقا اینو من اطلاعی ندارم. یعنی تو 3-1 به نفع ترامپ. بگذاریم، وضعیاتون بد سمید، من دیگه عادت کردم دیگه. 3-1. 2 فریم دیگه ترامپ نیاز داره تا از صد این قول بیشا خودم دنیای اسنوکر بگذره. خودش واسه خودش قولیه ها، این هم بعد در نظر بگیم خودش ته همه قولاست. خیلی 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 دوست دارم، اصلا برام فرق نمیکنه که برای چه کشوری باشه،
خیلی دوست دارم چند تا پدیده خوش خط و خال وارد دنیای اسنوکر بشن. به شدت این ورزش نیاز داره به بازیکنهای درست درمون. اون مافیای چین اگر گن نزده بود تو اسنوکر، ما الان کلی بازیکن خفن چینی، حتی ما نشسته میگیم بازیکن خفن چینی، اونا میلیون میلیون دلار به تو بردن. متاسفانه الان به ریش ما میخندم، ما دنبال بازیکن خوش خط و خالیم، طرف تو لامبورگینیش نشسته به ریش هممون داره میخنده. اما جدا از فارغ از همه این داستان، چه لانگ شات دو منظوره خوبی. آره خیلی دوست دارم که چند تا بازیکن خوش خط و خال بیان یه حال اساسی به دنیای سنوکر بدن، یه شوک بدن در واقع. ما که داریم لذت میبریم بیشتر لذت ببریم. ببین ناکن هر کنونی شامل توپ نمیشه، توپ اصلا براشون فرق نمیکنه کی پشت توپه، با چه زاویه‌ای به این ضربه زدی، با چه افهی بهش افکت داری در واقع. سی و هفت امتیاز بیشتر ترامپ کسب نکرده و به سی اول این مسابقه فکرم کنفدراسیون باید باشه، سیش از اون باید بیاد، بیش از بیلیارد باید بیاد، سیش از اسش باید از اسنوکر بیاد، ایش هم از آسیا باید بیاد. ولی اینی که چرا تو به تور چیز داره اسنوکر حرفه یا داره شو من نمیگیرم. 37 37 تونست بازی رو به تساوی بکشونه هیکینز، یه باند دو باند میخوره میخوره، خوبم میخوره، زاویه درستی هم میخوره، باری کل براو. براو جای نه یه قرمز هیگینز میزنه و اسنوکر رو دو دستی تقدیم ترامپ میکنه. میگم چیز چی میگم هیگینز یه قرمز میزنه، اسنوکر رو تقدیم ترامپ میکنه و اینجا ترامپ نمیخواد که اورجینال پوزیشن اعلام بکنه، خودش میزنه، بدم میزنه و اسنوکر میکنه. بعد جایی هم اسنوکر شده نه، نیاز به کرو بیشتری داشت، سخته دیگه، بعید میدونم بخوره. خورد 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 فشمام خورد، باز هم اسنوکر، باز هم اسنوکر، ولی این دیگه در میاد، دیگه با یه پیچ ساده در میاد، حتی پات هم میتونه بکنه. در این حد بگم چه بازی داره میشه، چه بازی داره میشه. نه نتونست کیوبالشو اسنوکر کنه. خب واه چه زردی، چه زردی، چهل چهل و شیش
هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. با چینجا رو هیگینز رو این بازیکنای خیلی خفن هم سوتی های عجیبی میدن. و چی میخواد دیگه، دو دستی وقتی تو پوت کاشتی برای 13 با آبی خوب نزد، واقعا خوب نزد، عجیب بود از ترامبی قهوه‌ای به 5 قهوه‌ای به آبی و اینقدر بد بزنه. یه بنده خدای اینستاگرام من تو رنگ توپا رو میگفتم، میگفتم از آبی مثلا رد بر صورتی فلان بیسا اینا، عزیزم کامنت گذاشته بود اما به معنای هیت با این لح، تو یعنی امتیازاشون رو نمیدونیم. چی بگم من، دارم کاری میکنم عادت بکنه دیگه امتیاز توپا رو نگید 3-2 فلان، رنگشو باید بگید وقتی هم میخواییم بازی بکنید. بازیکنه چیز هم ببینید، بازیکنه ملی پوش خودمون هم ببینید، اکثرا که باهاشون بازی میکنی بخاطر اینکه عادت که خالی رفت، برای اینکه عادت کردن تو مسابقات بین المللی هم اعلام میکنن رنگ توپ رو اعلام میکنن نه امتیازو. گرفتی چی بهت میگم؟ اوخ 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 اوخ، چیکار کرد؟ چه ولی داد اون وسط؟ اینطوری بگم بهتره. 4-1 خیلی، من همیشه به ترام میگم خیلی بازی ضعیفه، ولم میده اون وسط دیگه، نور علی نور. بریم به سراغ فریم 6 بازی. 4-1 به نفع شیطان اسنوکر هستش. چه راستی با کاور چه میگن ویدیو ها حال میکنین همه کار از بوستاسا. ای خدا شکرت. دوبان میره برای قرمز بعدی. آه چه میسی، چه میسی. میرسه؟ بله نیشدار میزنه و میرسه، چرا نرسه؟ چهل و شیش به بیست، 53 میشه 33 تا 34 و 7 41 هنوز فریم نشده، 42 تا تمام. اینجا با توپ زرد فریم شد، قرمز هم بزنه که دیگه ختم جلسه. تمام. قهرمان کسی نیست جز ترامپ. ببینیم قرمز رو میزنه یا نه. میزنه دیگه. بریم در ادامه ماجرا، بریم میزو کلیرینس میکنه یا نه. کنم بزنه چی، کاری نداره برای زدنش. صورتی این هم از توپه مشکی. تمام. خب رفقا این هم بود از این فینال جذاب و خوشگل و باحال که ترام خیلی بازیش ضعیفه، اون وسط ولم میده و
چی بگم دیگه، همیشه هم اینطوری بوده ها. نمیدونم چرا داستانش این شکلیه. موقعی که یه بازیکن میفته روی دور و حالا ذهن بازتری داره، راحتتر ضربه میزنه و این داستانا، نمیدونم چرا شانسه هم چاشنی کار میشه و این اتفاقا رقم میخوره. قطعا هم برای خودتون هم این اتفاق هزاران هزار بار اتفاق افتاده. امیدوارم که از این ویدیویی که براتون انتخاب کردم لذت برده باشیم. منتظر یه ویدیوی دیگه توی شب دیگه باشی. دوستتون دارم. با لایک، کامنت، سابسکرایب و دونیت از برنامه خودتون حمایت بکنین. خیلی چکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت کنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.